با سلام به بینندگان عزیز، برنامه نان گل سرخ رو نگاه میکنید، یک مجله اجتماعی سیاسی که روی کانال جدید پخش میشه. من مریم نمازی ام و برنامه این هفته رو با همکاران بسیار عزیزم بهرام سروش سلام و فریبرز پویا سلام بهتون تقدیم میکنم. برنامه این هفته در رابطه با آتیزم و روی برگرداندن از مذهب و خدا و در ضمن نقش مخربی که مذهب توی دنیای امروزمون بازی میکنه، به نظر من خیلی فراتر رفته از مسئله که مارکس میگفت که مذهب تریاک مردمه. در واقع میشه دید با همین، با کارهایی که داعش میکنه، کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه، کارهایی که حماس میکنه، کارهایی که خیلی از این جریانات اسلامی انجام میدن، واقعا دیگه شده نقشش کشتار مردمه، نسل‌کشیه. در واقع در این برنامه هم مصاحبه داریم با دانشمند که اسمش هست ریچارد داکینز، که فکر کنم خیلی از شما بشناسینش، و اونم در این رابطه صحبت میکنه و در ضمن هر هفته فتواهای احمقانه هم خواهیم داشت. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه‌مون، بیاین با هم یک کلیپ کوتاهی در این رابطه نگاه کنیم. با ما باشید، جایی نرید. در بسیاری از کشورهای تحت قوانین اسلامی مانند ایران، پاکستان و عربستان سعودی، محبوبیت و قدرت جنبش آتئیستی حاکمان را به چالش کشیده است. این نگرانی حکومت‌های اسلامی تا حدی است که به عنوان مثال دولت عربستان سعودی با آوردن قانون جدیدی آتئیسم را با تروریسم معادل کرده است. در حالی که در ایران مطبوعات دستراسی وابسته به دولت اعلام کردند که آتئیسم مانند یک سونامی جوانان ایرانی را با خود همسو کرده است. این نشریات اعلام کردند که این پدیده شرم‌آور به خاطر سوء استفاده دولت از مذهب است. در حقیقت هیچ کس بیشتر از کسانی که تحت قوانین حکومت اسلامی زندگی می کنند با آن مخالفت نمی کنند. بنابراین رشد آتئیسم به دلیل امکان میدیای اجتماعی علنی تر می شود. یه چیزی که مشخصه اینه که خب آتئیسم و روی برگرداندن از مذهب خیلی داره واقعا فراگیر میشه و به خصوص تو کشورهای اسلام زده، و چون مشخصه کسی که زیر قوانین اسلامی زندگی کرده، فکر نکنم کسی از اسلام کم منفور براش منفور باشه، یعنی واقعیتش، و به خصوص چون نقشی که داره بازی میکنه توی همه بخش زندگی آدما. و به نظرم وقتی که مذهب اینطوری داره کشتار میکنه، خیلی لازمه که جلوش وایستاد. نمیشه مثلا با حرفای قشنگ و مثلا خیلی معتدلانه چی میگن ملایم بری سراغش، باید بیستی، باید باش بجنگی، باید به چالش بکشیش. و به نظرم آتئیسم تنها راهش نیست، ولی یه راه مهمیه که این، و یه آتئیسم علنی، آتئیسمی که نقد میکنه مذهب، به نظرم نقش مهمی داره تو این وضعیت. آره، من فکر کنم صحبتی رو که شما میکنید درسته. نه تنها آتئیسم، بلکه جنبش سکولاریستی، جنبشی برای رهایی جامعه از قوانین مذهبی، که وقتی شکل فردی خودش شکل آتئیستی پیدا میکنه، این نقش خیلی مهمی رو بازی میکنه و به شکل واقعی توی کشورهایی که اسلام زده است اینو ما داریم میبینیم. روزافزون تو صحنه جامعه خودش رو به شکل علنی داره نشون میده. تو جامعه ایران رشد آتئیسم علنی، رشد سکولاریسم علنی، با اینکه تو سطح وسیع اجتماعی خیلی از مردم یه ارزشی برای اسلام، عقاید عقب مونده مذهبی قائل نیستن، ولی تو شکل ظاهر اجتماعی اون به نظر من خیلی شکل جالبی داره میگیره. و کمپینایی رو فرض کن، مثلا کمپینی که خود شما رو انداختین، جنبش مسلمانان سابق، که در واقع به شکل علنی رو در روی اسلام، و کسی نمی حق نداره از این ایده که کسی حق نداره از اسلام جدا بشه، رو جلوش وایستادین و به عنوان یک اصل که انسان حق داره هر چیزی رو که میخواد، هر فکری رو داشته باشه، از مذهب داشته باشه نداشته باشه، توی جامعه ایران، توی میدان سیاسی و اجتماعی جامعه ایران به نظر من مطرح شده و نشون میده چقدر نقش مثبتی رو توی آینده جامعه ایران میتونه بازی بکنه. دقیقاً، همه مردم حق مذهب داشتن رو دارن، ولی در ضمن مردم هم حق مذهب نداشتن هم باید داشته باشن، و این واقعیتش اینه که وجود نداره تحت قوانین اسلامی، ولی مردم دارن نشون میدن که به خصوص جوونا، و الان این کاملا داره مشاهده میشه به خاطر
همین میدیای اجتماعی که وجود داره و ما میتونیم واقعا تعداد وسیعی از آدمایی که روشون رو برگردوندن به اسلام رو میشه دید، لمس کرد. ببین، هم حق نداشتن مذهب و هم حق نقدش. دقیقاً. چیزی دقیقاً. که معمولا تاریخ نگاه کنی، کسایی که حق داشتن تبلیغ بکنن مذهبیون بودن، کسایی که اعتقاد مذهبی داشتن و کلیساهاشون، مساجدشون اینا. کسایی که حق نداشتن حرف بزنن کسایی بودن که اعتقاد نداشتن یا به مذهبی یا به خدا اعتقاد نداشتن. برهم اگه میخوایم صحبت بکنیم از حق آزادی در رابطه با این جنبه دومش خیلی مهمه، چون مذهب این که همیشه حق داشتن، مسئله این که تو حق داشته باشی که مذهب نداشته باشی، به خدا باور نداشته باشی و بتونی اینو تبلیغ بکنی، رسما این انتقاد بکنی. و نکته دیگه هم به نظر من که الان اساسیه، تو این دور زمان مخصوصا تو نمیتونی مذهب و از سیاست جدا بکنی و این دوتا با هم، این خیلی جداست از مسئله جدایی دین از دولت، من منظورمون نیست. سیاست و مذهب، یعنی نقش سیاسی که مذهب به دست گرفته و جنبش هایی که دارن ازش استفاده میکنن، بنابراین مسئله صرفا روشنگری نیست که بگیم که ما فقط نقد مذهبی میکنیم، بلکه با یه جنبش سیاسی مواجهیم و ما باید در مقابلش هم یه جنبش سیاسی رو در مقابل اون علم بکنیم، در مقابل اون را بندازیم. بر همون اهمیت قضیه اینجاست. الان طوری به چه کشیده شده که دارن یعنی کشتاری که الان مثلا داعش داره میکنه، خب ادامه همون کشتاری که جمهوری اسلامی کرده تمام اسلامیون، ولی میشه صحبت کرد از یه فاشیسم اسلامی و نمیشه دیگه صرفا کسی بگه که آها همون حرف مارکس اون موقع بر اون موقع خیلی جالبه، ولی الان میخوام بگم که البته مریم اینو ترجمه جدید کرده که مذهب تریاک جامعه است. خب تریاک همونه، اشکال نداره. همین من بچگی من فکر میکنم نمیدونستم افیون چیه، بعدا فهمیدم تریاک شد و افان جالبه به نظر من. زیاد نگو چی داری فهمیدی شد. ولی نکته مهم اینه که از اون موقع نگاه بکنیم چطوری مذهب شده یه سنت عظیم، نهادهای عظیم، پولای عظیم، ثروت عظیم و یه نهاد سرکوبه. و شما اگه میخوای در مقابل این بیستی فقط نمیخوای بگی که اینا دارن فکر مردم رو دارن خراب میکنن، این چون میشه زندگی داره منهدم میکنه، شما باید با اون قدرت در مقابلش بایستی. دقیقا وقتی که به طور مشخص الان میبینیم دارن واقعا دنیا رو گرفتن، دارن سعی میکنن دنیا رو ببرن به عصر تاریکی، در واقع تنها جوابش باید یه جواب خیلی منسجم و خیلی بدون تخفیف، میدونی متاسفانه وقتی نگاه میکنی مثلا الان تازگی توی کنگره هومانیستای جهانی بودم و خیلی میدونی همش نگرانن که نکنه یکی رو ناراحت کنی، نکنه مثلا زیادی تهاجمی علیه مذهب صحبت کنیم. بس سر اینه که مذهب سیاسی داره تهاجم میکنه روی زندگی مردم و اگر به عنوان آدمایی که انسانیت براتون مهمه، بالاخره یه زندگی قرن 21 براتون مهمه، نمیتونین ساکت بمونین به این فاجعه‌ای که داره صورت میگیره. اما نظر من این حرفی که میگی درست میگی، همیشه یک گروهایی هستن تو جنبش‌های اومانیستی، سکولاریستی که سعی میکنن یواش یواش راه برن که کس رو اذیت نکنن، ولی در این حال مقدار آدمای خیلی زیادی مثل خود ریچارد دوکینز هست که خیلی محکم جلوی اینا وایستادن و در بخش رادیکالی رو که رهایی کل جامعه رو از مذهب میخوان، بخش رادیکال اینو نمایندگی میکنه و این به نظر من اهمیت خاصی داره. و مهمه که جنبش سکولاریستی نه تنها در خاورمیانه، در کل جهان یک صدای واحدی داشته باشه و بتونه پاسخ لازم و شایسته ای رو به این مسئله ای رو که میلیون ها نفر از مردم دنیا و به خصوص توی خاورمیانه و آفریقای شمالی باش رو هستن، این پاسخ رو بده. و این نکته هم جمله اضافه کنم که کاری که اونا دارن عملا دارن میکنن اینه یه سد دفاعی درست قرار میدن و نمیذارن اون انتقاد و حمله، پاسخ به اون حمله اونا جواب پاسخ در خوری بگیره.
یعنی نقشی اجرا میکنن که مثل دوخردهای توی ایران هستن که نمیخواد اسلام، میخواد از گزند انتقاد بهش چیز کنه و سیستم رو میخواد نگه داره، ولی بگه که ما یه اصطلاحاتی میکنیم اینا و این میخوام نقش مخرب ایناست. میخوام ببینیم که یه پدیده جهانیه، حالا این نوع انگلیسی و اروپاییش هم داریم دیگه. حالا بریم یه مصاحبه که انجام دادیم با ریچارد داکینز رو با هم ببینیم و دوباره برمیگردیم این بحث رو ادامه میدیم. فقط یه نکته رو میخواستم اینجا بگم و اینی که توی صحبت اولم با ریچارد داکینز اشتباه توضیح دادم مسئله رو. من گفتم که بیشترین سرچ روی اسم ریچارد داکینز از ایران میاد، یعنی بیشتر از همه توی ایران دارن اسم ریچارد داکینز رو سرچ میکنن، ولی واقعیتش اینه که از همه کشورهایی که دارن اسم ریچارد داکینز رو سرچ میکنن، ایران بیشترین سرچ رو داره انجام میده. عملا این واقعیتشه. به هر حال بیاین برنامه رو با هم نگاه کنیم. با ما باشید، جایی هم نرید لطفا. مرسی. Richard Dawkins, it's a great honor to have you on our program. I wanted to tell you first that your name is the most Googled name in Iran. They did a search and saw that it was actually your name that came up. And it shows just what a large following you have in Iran and in the Middle East and North Africa. You know, I've come across countless ex-Muslims, and the first thing they often say is, I became an atheist as a result of the God delusion. Tell us a bit about that book, and I mean, it's had huge effects. Well, I'm astonished by what you say, and delighted if that's really true about the most Googled name in Iran. I'm not even sure, is it even translated into Persian? Is it the God delusion? I think actually a lot of your work and videos are translated into Persian by yes. people who are fans. Yes, so it's not an official publication. Well, I'm delighted. I mean, the more access people have to it, the better. I'm extremely pleased about that, and delighted if it's true that my books are read in Iran. So that makes me feel very good. Thank you. I mean, for those who haven't had a chance to read The God Delusion, tell us a bit about some of the main arguments you make in that book. Oh, it's a whole long book. I'm not sure I can possibly summarize. I mean, I suppose the central argument is that there is absolutely no scientific reason to believe in any kind of supernatural creator. I think it's an interesting scientific hypothesis that there is a supernatural creator. It is a scientific hypothesis, and it's false. And people who think that there is a good scientific reason to believe in a supernatural creator are wrong. They simply need to look at the evidence. In many cases, they simply haven't looked at the evidence. Many people, for example, are persuaded by the apparently designed nature of the living world. And you've only got to understand Darwinism to know that that's nonsense. So that, I suppose, is the central argument. But then in the second half of the book, it goes into the evils that religion perpetrates. And evils on children, warfare, all sorts of things like that. I mean, I think especially for people who live in Iran or under Islamic rule, those are quite clear. And in a sense, that's why we're seeing a rise of atheism, particularly via social media. I mean, do you have contact with people from the Middle East or North Africa via social media? Not very much, no. I mean, I would like to have more. So I don't have very much contact, no. What about, you've got a foundation for Reason and Science. What are the aims of that foundation? Well, Reason and Science sort of sums it up. Mm. And there are two foundations, one in Britain and one in America. And partly what we do is simply support other organisations. Like, for example, my British foundation supports your ex-Muslim organization. The American one does a lot of different things, but among other things, what it does is to try to help ex-Muslims in America to get together and to recognize each other's existence and to gain confidence from each other's existence. Do you worry about the role that religion is playing now in the public space, particularly when you look at Islam and the political Islamic movement? Yes, very much so. I think that it's an extremely pernicious thing that people believe that because they have faith in something, that somehow justifies them. I mean, the only justifiable reason to believe in something is evidence. There is no other reason to believe in something other than evidence, broadly understood. And as long as people in the world think that
that a holy book or a priest or an imam or a faith tradition is a reason to believe something, and that's a sufficient reason to believe something, then extremists among them are going to be killing for that belief, and that's exactly what we're seeing. You have some interesting perspectives on faith schools and Islamic schools. Well, obviously in Iran all schools are Islamic, but the whole, you know, the fact that they are tantamount to child abuse. Well, I think that indoctrinating children with false beliefs is, especially if they are distressing beliefs, like a belief in hell. I think that a belief that teaching a children that they're going to burn in hell forever, if they do bad things, is child abuse. I think that labeling children as either Christian children, Catholic children, Protestant children, or Muslim children is child abuse. And I raise consciousness of this by saying you would never dream of talking about a monetarist child or a Hayekian child or a Marxist child or a existentialist child or a postmodernist child. Nobody ever does that. But we do talk about Muslim children and Christian children. Why? There's absolutely no justification for that. And that, I think, is a form of child abuse. Tying a label around a child's neck when the child is too young to know what it thinks. I mean, what do you think are the best ways to sort of lessen religion's role in the public space? I mean, particularly when it comes to the state, the law, the educational system. Education, where education is not indoctrination, but teaching people to think for themselves, to think critically, to doubt, to question, to look for evidence. That, I think, is the best, possibly the only way. And as a final question, I mean, in a sense, your coming out project where you encourage atheists to come out, particularly in places where they are facing pressure. Because we've also seen how wonderful it feels when you do actually yes. find that you're not on your own. It is a great sense of liberation. It's something that my foundation is actively involved in encouraging. It's a bit different in parts of the Islamic world where coming out can actually be dangerous. So people need to be actually brave to come out. And I think the remedy there is to try to get enough of them to do it, because if sufficiently large critical mass come out, then tyrannical authorities who might threaten their life will find it much harder to do so. Okay, great. Thank you very Thank much. Thank you very much. امیدوارم از مصاحبه که با داکینز داشتیم خوشتون اومده باشه. به نظرم ریچارد داکینز خیلی حرفای جالبی میزنه. متاسفانه وقت زیادی نداشت که باش مصاحبه کنیم، ولی یه بحثش و فکر کنم منصور حکمت هم خیلی سالهای پیش همین بحثو کرد در رابطه با اینکه بچه مذهب نداره و داکینز هم خب همینو توضیح میده. ما نمیگیم بچه مارکسیستی یا بچه مثلا نمیدونم محافظه کار و دورخوردادی چون مادر پدرش بدبخت دورخوردادیان بهش اینو نمیگیم، ولی وقتی به مذهب میرسه همین کارو میکنیم و میگفت که این یه نوع کودک آزاریه، همونطوری که مدارس مذهبی و مثلا یاد دادن این که مثلا میری جهنم اگر باور نکنی، اینا همش یه نوع کودک آزاریه و واقعا هم هست و یک کودک آزاریه که توی خیلی جوامع مورد قبوله و یه چیز عادیه ظاهرا، و به همین خاطر خیلی مهمه که در دفاع از حقوق کودک این قضیه رو برجسته کرد و نشون داد که برای حفاظت از کودکان باید جلو این قضیه رو گرفت. ولی این یه بخش وسیع‌تری از فرهنگ حاکمه تو خیلی از جوامع که یه سری از کارهای مذهبیون و دستگاه مذهبی ظاهرا خیلی عادی و حق اوناست که این کارو بکنن، و اگه کسی بخواد، همونطور که بهرام مطرح میکرد، میگم اگه کسی بخواد اینا رو یه دفعه سوسیالیسته یا سکولاریسته یا
آتئیسته بخواد یه حرفی رو بزنه، یه دفعه هم شروع کنه شما دارین یه چیزای خارج از دایره حق پاتون رو دارین دراستر از گلیمی خودتون میکنی. این به نظر من یک مسئله جدیه که باید باش مقابله کرد. و دقیقا به نظر من باید هم تعریف کرد که چرا ما میگیم که، و ریچارد دوکینز هم گفته به درستی، کودک آزاریه. به خاطر اینکه شما داری یه چیزی که خیلی کاملا نقش مخرب داره میاری توی محیط خیلی لطیفی، محیطی که خیلی آسیب پذیره، محیطی که هم محیط تحصیلات و یادگیریه، یکی این، یکی هم بچه ها اونجا هستن. ما قوانین داریم توی کشور، حتی تو کشورهای پیشرفته تر و مثلا تو اروپا اینا، قوانین حفاظت از کودکان. و اینجا هم دقیقاً شما مذهب که داره میاد اونجا میخواد شستشوی مغزی بده، بچه رو اجازه نمیده که رشد و با علم و با شادی با همین آشنا باشه. هزار نوع محدودیت جلوش قرار میده. از این نظر کودک آزاری رسمیه و متاسفانه تو کشورهای اروپایی، مثلا تو انگلیس، مثلا تو دوره تونی بلر اینا، این مدارس مذهبی رو خیلی افزایش دادن که الان نقشه مخربش میبینیم، که الان میبینیم که حتی تو کشورهای از یه تعدادی از اینجا بلند میشن رفتن، انقلاب اسلامی ها پروبال دادن، رفتن با داعش در کنارش توش دارن میجنگن. میخوام بگم که ادامه اون سیاسته. به نظر من اون نکته ای رو که ریچارد دوکینز رو صحبتش میگه، نقشه آموزش رو مطرح میکنه، به نظر من خیلی اهمیت داره. منظور ریچارد دوکینز تا جایی که من میفهمم اینه که آدمایی به وجود بیان، نسلی به وجود بیاد، جامعه‌ای به وجود که بتونه بهش منتقدانه به چیزش نگاه کنه، به جامعهش نگاه کنه. بخشی رو که از ادویکیشن و آموزش پرورش مطرح میکنه میگه که استفاده از نقد و اینکه سوال کردن و همه چیز رو مورد سوال قرار دادن، چون آموزش و پرورش در واقع پرورش نقد و بررسی و سوال و تغییر در واقع اینو مطرح میکنه. و این نقش، این به نظر من اهمیت خیلی زیاد داره که خیلی از مذاهب جلوی فکر منتقد رو میگیرن و یه چیز هست مهمه ولی کافی نیست. صد درصد کافی نیست. یعنی واقعیتش اینه که بالاخره وقتی با جنبش اسلام سیاسی مواجه هستی دیگه کافی نیست که فقط آموزش و پرورش رو بهش فکر کنی، باید با این جنبش به طور سیاسی مبارزه کرد، باید جلوش ایستاد، باید عقبش موند تا اصلا بشه آموزش و پرورش داشته باشی که آدم رو بتونن فکر کنن و به همه امکاناتی که وجود داره توی دنیا بهش دسترسی داشته باشن. ولی در همین کنگره جهانی هومانیستا، من الان یه کلیپ دیگه بهتون نشون میدم در یکی از جلساتشون که اتفاقا ریچارد داکینز داشت صحبت میکرد و من در جواب پاسخ و سوال اومدم یه صحبتی کردم در رابطه با اهمیت ایستادن همین مبارزه سیاسی و عقب روندن جنبش اسلام سیاسی. این کلیپ کوتاه 2 دقیقه رو نگاه کنید و بعد میایم دوباره در این رابطه صحبت میکنیم. با ما باشید. Hello everyone. Richard Dawkins, I just wanted to thank you as well for all the support you've given to ex-Muslims over the years working with ex-Muslims across the world. I think thousands upon thousands have mentioned your name and your books as one of the reasons why they've come out. Whilst it's dangerous, many people have been coming out and social media has been a great help for that. I just want to make one comment, and that is this constant insistence that atheists are aggressive. Aggressive are the Islamists, who are the fascists of this era, killing people as we speak. I suggest that we all stop calling ourselves aggressive atheists and focus on the barbarians of our era.
Marian Namazi, a great hero. یعنی واقعا بحث من با این همین دو خردادی های هومانیستا و سکولاریستای تو این کشور بود که بالاخره ببینین دنیا داره داعش داره آدم ها رو همینجوری میکشه، شما نشستین تو کنفرانستون اصلا نه حرف داعش رو میزنین نه اصلا مسئله تونه، واقعیتش اینه میخواین مثلا خیلی مثلا با کراوات و چیز بیاین علیه مذهب حرف بزنین، با پاپیونتون بیاین علیه مذهب حرف بزنین، انگار که خیلی کار بزرگی کردین. نه مرسی. فکر کنم پاپیون هم لازمه بعد این بحث رو مطرح کرد به خاطر اینکه اهمیت داره که در واقع تو سطح اجتماعی تو سطح فرهنگی نقد کرد فکر کرد، ولی این کافی نیست. ما وقتی با یه جنبش وسیع وحشی روبرو هستیم، کل جامعه میلیون ها نفر دارن زجر میکشن از این جنبش در سطح سیاسی اجتماعی. جنبش اومانیستی سکولاریستی جهانی وقتی دور هم جمع میشه شایسته است که پاسخ درستی رو به این قضیه بده و برخورد کنه به این مسئله رو و نمیتونه براشش کنه زیر قالب. من که مسئله فقط نقدم نیست، باید عمل کرد، باید تغییر داد وضعیت رو، وگرنه چه فایده داره اگر نمیخوای تغییر بدی، نمیخوای مثلا به خودت میگی هومانیست یعنی انسان برات محوره، بعد نمیخوای دخالت کنی توی وضعیتی که انسان‌ها دارن کشتار میشن. خب یه مشکل اینجا هست. خب اینا سیاستشونه دیگه، اشکال داره. سیاستشون اینه که میخوان یه نوع، همونطور که قبلا گفتیم، یه نوع سد دفاعی ان در مقابل انتقادی که کسای دیگه میخوان بکنن. انتقادم که میگم فقط صرفا این نیست که از نظر فکری یه چیزی رو نقد بکنی که اون جای خودشو داره، ولی وقتی شما مواجه با یه جنبش فاشیستی که الان میشه رسما باید گفت، از خیلی سالها به نظر من میشه گفت، ولی الان دیگه داعش مظهر اونه، نشون میده که دیگه یه جنبشی که از نظر ایدئولوژی که از نظر از هر لحاظ یه جنبش کلاسیک فاشیستیه و شما مقابل این اگه میخوای وایسی باید یه جنبشی رو سازمان بدی و حداقل حرفی که میزنی، حالا جنبش بزن پیشکششون، لااقل حرفی که میزنی باید سیاسی باشه، انتقاد بکنی، جلو اونا وایستی، نه اینکه بگی که حمله بکنی تازه به صفوف خودت بگی که شما آتئیست‌های خیلی اگریسیوی هستید، شما خیلی دارین خشن دارین برخورد میکنید. من فکر کنم ریچارد دوکینز هم مورد حمله یه همین جریانات قرار میگیره و در واقع نقش رو که ریچارد دوکینز بازی کرده تو جنبش آتئیست هیومانیستا خیلی رادیکال بوده و یکی از قهرمانان این دوره است به این مفهوم. نظر شما در این رابطه چیه؟ قبل از اینکه بریم، وقتمون هم کمه، ببخشید زیادی حرف زدیم، یه فتوای دیوونه این هفته هم حتما بعد برای شما بگیم. و فتوای این هفته در رابطه با آیت الله خامنه ای که یه فتوا داده و گفته که چت بین زن و مرد روی میدیای اجتماعی باید قدغن باشه به خاطر اینکه یه چیزای غیر اخلاقی صورت میگیره. البته همه کارهای غیر اخلاقی که صورت میگیره مال خود آقاست و همیارانش، ولی قرار میگیره و مرد و زنی که نامحرمن نباید با هم چت کنن. به نظر من حرف بیخود زده، ولش کنیم برای خودش بذار حرف بزنه. کسی تو جامعه ایران به اینا اهمیت نمیده. بیخود صحبت کرده، دخترها و پسرها و جوونا با هم چت میکنن، بره پی کارش آقای خامنه‌ای. مثلا اینکه ناراحت کسی نمیخواد با خودش چت کنه. بله مردم اینا رو فقط دست میندازن دیگه. برای همون دیوانه به قول انگلیسی نو کامنت. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه، مشتاق شنیدن بحثای شما هستیم. تا هفته دیگه امیدوارم هفته بسیار خوبی داشته باشید. بای.